ساعت 9:17 دقیقه صبح روز پنجم مرداد ماه سال 59 بود که در اتاق باز شد و پرستار گفت شاه مرد. پزشکان و پرستاران زیادی در اتاق بودند، اما کسی را به اتاق راه نمی دادند. صدها خبرنگار و عکاس پشت در اتاق سیسیوی بیمارستان و در حیات بیمارستان جمع بودند. این خبر به سرعت به دنیا رسید که پادشاه ایران درگذشت. ساعت حدود 11 صبح بود که رئیس جمهور انور سادات با لباس نظامی به بیمارستان رفت و مستقیماً به اتاق شاه رفت. دستش را روی قلب شاه گذاشت و به زبان انگلیسی گفت تو در ساعت 9:17 دقیقه مردی و ایران در ساعت 25. آن روز کسی منظور پرزیدنت انور سادات را نفهمید. انور سادات به کاخ ریاست جمهوری مصر رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی با شرکت صدها خبرنگار خارجی و داخلی گفت جهان عزادار شد. امروز مردی از میان ما رفت که خواهان صلح بود. بعد از او خاورمیانه رنگ آرامش و آسایش به خود نخواهد دید. او فقط پادشاه ایران نبود. او پدر بزرگی برای منطقه خاورمیانه بود. روزهای سختی را پشت سر گذاشت و برای دفاع از کشورش در مقابل دنیا ایستاد. او امروز صبح مرد، اما ایران در ساعت 25 از حرکت ایستاد. این خبر به ایران رسید. ساعت 2 بعد از ظهر روزنامه کیهان و اطلاعات با خط درشت نوشتند شاه مرد. عده‌ای از مردم شاد شدند و در خیابانها رقصیدند، در حالی که هیچ خبری از گشت ارشاد نبود. به هم شیرینی و شکلات و آدامس خروس نشان می دادند و در قسمتی از آگهی های ترحیم و تسلیت روزنامه کیهان کسی نوشته بود پنجم مرداد 1359 ساعت 25 مرگ مردم ایران بود. کسی نفهمید این آگهی ترحیم از طرف چه کسی در کیهان چاپ شده بود. فرانسوی ها ضرب المثلی دارند که حرکت روز و شب 24 ساعت است و ساعت 25 ساعت مرگ است که به واقع ساعت مرگ ایران بود. روح شاد و یادش گرامی بود. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون میشم که با لایک و کامنتاتون از ویدیوهای ما حمایت کنید.